سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. من پویا هستم و خوش اومدید به ویدیوی فیلکیه دیگه. امروز ویدیومون با روزای قبل فرق داره. امروز دو تا ویدیو از حسن بربر آماده کردم براتون. حسن بربر یکی از معروفترین مقامره و جستجوگرهای اجنه و ارواحه که خیلی ها طرفدارشن و خیلی ها هم بهش میگن دروغگو و کلن کاراشو دوست ندارن و میگن کاراش دروغه. امروز اومدیم که بررسی کنیم که ببینیم کارهای حسن بربر راسته یا دروغ. توی کانالم دو تا از کارهای حسن بربر رو گذاشته بودم قبلا، ولی چون بعدش یه سری اطلاعات ازش پیدا کردم و اینکه چند تا ویدیوشو بررسی کردم، احساس کردم ویدیوهاش به واقعیت نزدیک نیست، برای همین دیگه ویدیوهاشو نذاشتم. البته خیلی دوستان به مسیج دادن، کامنت گذاشتن که از حسن بربر برام ویدیو بذار. دیگه حسن بربر همتون میشناسید، معروفه دیگه، همتون ویدیوهاشو میبینید. گفتم نیازی نیست که من ویدیوشو بذارم، ولی امروز براتون دو تا ویدیوشو آماده کردم، دو تا از معروف‌ترین ویدیوهاشو که خودم هم خیلی به این ویدیوها شک دارم. بریم با هم بررسی کنیم. من نظر خاصی نمیدم، اگرم بدم نظر شخصی خودمه و تو این ویدیو بیشتر دنبال اینم که نظر شما رو ببینم چیه. حتما نظراتتون رو تو کامنت برام بنویسید. اگه تازه هستید تو این چنل، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، اشتراک کنید و بغل زنگولش رو فعال کنید که هر وقت ما ویدیو میذاریم یوتیوب شما رو باخبر کنه. داستان ویدیو اول از این قراره که حسن بربر میره توی غار، میره حالت توی یه اتاق مانند، حالا نمیدونم غار چیه، یه جایی میره که یه آتیش روشنه و از اون آتیشه صدا میاد و من اولین ویدیویی که تا الان دیدم بین این همه ویدیو ترسناکی که تو این چند سال دیدم، اولین ویدیویی که میبینم انسان داره با یه جن صحبت میکنه. من برای همینم هم خیلی شک دارم روش. کاملا جن عربی صحبت میکنه، حالا نمیدونم، شاید انسان باشه، صداشو داره تغییر میده. حالا یه سری نکات ریس هست توی ویدیو که حین ویدیو واسه تون توضیح میدم. و داستان ویدیو از این قراره که یه جنیه بهش میگه مجوس که از تو آتیش داره صحبت میکنه، ولی خب صداش از تو آتیش نمیاد. یه جنی هم هستش که حسن بربر بهش میگه رفیفا، که میگه این جن دوست منه و همراه منه، از من مراقبت میکنه. اون جن مجوس، یه جن دیگه هم هستش، یعنی سه تا جن، شاید هم بیشتر، یه جنیه که به نام لیزار، هی صدا میکنه لیزارو و به لیزار میگه حسن بربر رو اذیت کن، جلوی دهنشو بگیر، نذار بسم الله بگه، نذار نمیدونم آیه بخونه، کلی کلکل ما هم میکنم. ولی اون ترسو نمیشه توی حسن بربر دید. خیلی ها، من رفتم خیلی تحقیق کردم راجبش، توی کامنت های ویدیوهایی که میذاره خیلی ها نوشته بودن که زیاد استرس نداره حسن بربر، خیلی ها گفته بودن چون زیاد میره جستجوگری استرس نداره. یه چیزی هم که خیلی شک برانگیزه اینه که حسن بربر هر روز داره ویدیو میذاره و اینکه یه نفر هر روز بره جن پیدا کنه و باش صحبت کنه یه مقدار مشکوکه و واسه من باورش سخته. خب رفقا، بریم با هم ویدیوهاشو ببینیم و داخل ویدیو هم توضیحات براتون بیشتر میدم. السلام عليكم. خوف من الكمامة، إحنا ريحة النار مقرفة. اینجا وارد میشه و اون صدای شروع میکنه به صحبت کردن باش. بسم الله. حسن بربر هیچ کدوم از ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، به خاطر همین من نتونستم براتون زیرنویس کنم، ولی به جاش از چند تا از دوستای عربم خواستم که کلیت موضوع رو به هم بگم، که کلیتش رو براتون گفتم. این صدای مجوسه. طبعا جهیل احده قبعد معك ولا سوي له شيء، انت ضعيف، انت من اللي بعتهم، تعرف ليش؟ داره بهش میگه که این آتیش چیه؟ چنقدر دود میکنه؟ تو از کجا اومدی؟ اینا میگه که این آتیش مقدسه، من مقدسم و میخوام خانواده تو رو از بین ببرم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. شايف انك انت ضعيف؟ خانواده شو تهديد میکنه؟ خانواده حسن بره بره اخوان في اشي یه داستانی هست که کلن سمت چپ و فیلم نمیگیره. دوستان دقت کردید جاهایی که کات میخوره رو من استوب میکنم، چون این ویدیو رو اومدیم ما بررسی کنیم، نیومدیم ویدیو ترسناک ببینیم. الان دقیقا یه کات خورد توی ویدیو. یه که جنه توی آتیشه، ولی خب انت ضعیف. طب انت كيف عرفت مكان داري؟ قولي كيف عرفت مكان داري؟ اون مجوز که داخل آتیشه هی اسم لیزار صدا میکنه، میگه لیزار حسنو خفش کن، نمیدونم اذیتش کن. حسنم از پشت یه لگد میخوره، میگه یه لگد خوردم. کیف راه یجوری؟ کیف کیف؟ بهونی؟ روح حالك معاهم انت وياهم مع بعض. من صداش اصلا جوني ها؟ ترسی توش نیست. کسی بخواد با یه جن صحبت کنه 100% ترس همه وجودشو برمیداره. حالا بعضی ها میگن چون خیلی شجاع و این داستان. اون مجوسه میگه که با دود این آتیش میخوام خفت کنم. طيب ماشي هاتفيتو. طبعا صدا این صدا انسان میمونه. من تا حالا نشیدم که جنی بتونه صحبت کنه به زبان عربی. حالا زبانشون شاید عربی باشه ولی دیدید کات خورد. انا بدي اقرب. ايه؟ شو مسبح؟ انت جيتني على المسبح، بعرف انك انت جيتني على المسبح. داري، بعرف انك انت جيتني على داري. دارن ما هم کلکل میکنن، میگه من مقدسم و من از شما بهترم و میگه نه نیستی، خودتو اون آتیشت به درد نخوری. جنی الیهودی مین هی؟ مین هی؟ مین؟ رفی؟ این ته صداش قشنگ به صدای آدمیزاد میاد و احساس میکنم صدا داره از سمت چپ تصویر میاد، داخل آتیش نیست و اینکه سمت چپ اصلا فیلم برداری نمی کنه. حسبی الله و نعم الوکیل فیک. حسبی الله و نعم الوکیل فیک. دیدید کات خورد. نمیدونم متوجه میشید یا نه، ولی به هیچ عنوان من تو ویدیو دست نمیبرم. کات خورد، یه هو ویدیو کات میخوره و کلن تو ویدیوهای دیگه‌ش هم اینجوریه. من چون یه خورده بررسی کردم به خاطر همین دیگه ویدیوشو توی کانالم نذاشتم. حالا نمیدونم، بازم نظر با شماست. کات خوردن دلیل به این نمیشه که ویدیو دروغه. بابا به نظرتون آدمیزاد میتونه همچی صدای در بیاره؟ من جنم. من تا حالا هیچ جا ندیدم جن صحبت کنه، اونم با صدایی که تون صدای آدمیزاده. الساحر القزم اقوى منك على فكره، اقوى منك الساحر القزم. انگار تو آتیش یه چیزی نشسته، یه چیز سیاه هم روشه انگار. نمیدونم مین؟ مین دیزار؟ لیزار. مین ها؟ میگه اسم اون جنه چیه که اینجا میخواد من اذیت کنه؟ لیزار. دوباره کات خورد. طب مین دیزار؟ مین
إيغار عباد النار. مين هو عباد النار؟ إيغار. طب مين هو أو مين هي؟ مين إيغار؟ طب النار قاعدة تطفي عندك ليش؟ دو تا جنه، یکی مجوسه که مثلا تو آتیشه، یکی هم لیزاره که میخواد حسن اذیت کنه که از پشت بهش لگد میزنه و اذیتش میکنه. انت ضعیف، الله قوی و انتم الضعفاء. خداوند قویه و شما ضعیف. وادی الجن، وادی الجن، بسم الله. اون لیزار هم جنه، از اجنه هست. جن سوف تخترق دیزار. طب مین دیزار؟ آتیش یه ها گر میگیره، آتیش میاد بالا. این یه خورده برای من مشکوکه، چرا قوهش رو نمیندازه کل اتاقو بگیره؟ مین هی دیزار؟ مین؟ چرا نمیره جلوتر؟ آخه تو ویدیوهای دیگه‌اش میره جلو، یعنی میره قشنگ که به دام بندازه. مین راه یقتلنی؟ مثلا ترسی احساس میکنم توی صداش و توی حرکاتش نیست. انت مقدس حالت. دوستان هیچ شکی نیست که این موجودات هستن، تو قرآن اومده و هیچ شکی نیست که خیلی ها رو آزار و اذیت کردن. خیلی از ایرانی ها اومدن خاطراتشون رو توی دایرکت واسه من فرستادن، خیلی ها دیدن اینجور موجودات رو، ولی من تا حالا نشیدم که جنی صحبت کنه و با صدای تون انسان بتونه صحبت کنه. چرا حالت عادی صحبت نمی کنه؟ همش ترسناک صحبت میکنه. دلیل این چیه؟ میکنم یارو بعد این فیلم، بعد این ویدیو رفته بیمارستان سر هنجرش. چی داده بیداد هم میکنه؟ انا خوفت انت لیزار و کلکم اضعاف. دیگه لیزار تو هیچ غلطی نمیتونی بکنید. منم خودم یه چیز دارم به اسم رفیفا. کات خورد دوباره. میگم ما اومدیم ویدیو بررسی کنیم، دوباره کات خورد. این کات خوردن ها تو ویدیو خیلی برای من عجیبه. طیب ماشی. طب مین دیزار؟ مین دیزار؟ مین هی؟ مين ديزار؟ دزار ديزار. صدا انگار از سمت چپش داره میاد. دوستان من بازم میگم، من نظر شخصیمو دارم میدم و اینکه به هیچ عنوان نمیگم که این ویدیو راسته یا دروغ. نظر کاملا با شماست. الان لیزار که مجوس داشت میگفت جیغ میزنه اینور، از پشت حسن بربر جیغ میزنه که منم هستم. مین هون؟ کیه؟ طب لیش النار یک نخمه ده؟ دوباره کات خورد. خواست ببینه کیه، دوباره کات خورد. این یه خورده برای من غیر قابل باوره، چون واقعا جاهایی که میخواد یه اکشنی نشون بده کات میخوره. و یه چیزی دوباره یادم رفت بهتون میگم، خیلی از ایرانی ها برمیگردن میگن بهش که سلطان تویی. حالا نمیدونم، شاید ندونن توی لایواش به ایرانی ها توهین کرده، ولی هی بهش میگن سلطان، هی بهش میبندن سلطان سلطان سلطان. یه چیزی من اینجا بگم دوست عزیز، تویی که داری من رو نگاه میکنی سلطان تویی، ایرانی ها سلطانن، از قدیم و ایام هم ایرانی ها سلطان بودن. تاج سر توه، کت تن ماست. هیچ حالا عربای ایران کاری ندارم، همه تاج سرن، روی چش جا دارن، ولی هیچ عربی، عرب عربستان و کلن اون طرف سلطان ایرانی ها نیست. ایرانی ها همشون یه پا سلطان هم خودشون. از قدیم هم تمام این کشورها مال ایران بوده
و حالا به خاطر یه سری دلایل از ایران جدا شده و الان برای خودشون کشور شدن. ولی اینو بدونید که سلطان شمایید و انقدر به خیک اینا سلطان سلطان نبندید. حالا طرف کارش هم راست باشه، ته این کارم باشه، بعضی حالا نمیدونم بچن تو اینستاگرام خیلی ویدیوهای اینو میذارن، سلطان ویدیو گذاشت، سلطان این کاری کرد، سلطان کاری کرد. سلطان خودتونید دوستان، کتن ایرانی هست، اینو همه میدونن و کلا من همیشه گفتم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. یادتون نره سلطان خودتی. بسم الله. ليزار يقبل بعضان تم في شر ما خلق في شوراي ليزار دارم ببینم میخوام ببینم میتونم صداشو در بیارم. بسم الله لگد زد بهش. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، هر روزم داره میره جستجوگری و هر روزم جم میبینه. من آدم سرق دارم 4 ساله 2 ساله 3 ساله داره میره تو همین بیابونه عربستانم میره، تا الان هیچ چیزی ندیده. حالا ما هم میریم ببینیم چجوریه. هر دفعه هماهنگ میکنم که برم، اون کسی که میخوام باش برم یه داستانی میشه براش، نمیاد، نمیدونم غیب میشه. حالا این دفعه با یکی از بچه های خوب هماهنگ کردم، یکی از دوستای خوبم که انشالله حتما این دفعه اوکیش میکنیم بیریم برای فیلم برداری. خودمون بریم ببینیم آقا این چیزا واقعا اتفاق میفته هست. داخل آتیش من واقعا متوجه نمیشم چیزی وایستاده، چیزی نشسته. انت و دیزار عاف ریحت النار تقرف، مش قادر من ریحت النار. وراك ريحت النار تقرف. طلع يا اخوان كيف طلع دخان، طلع طلع كيف الدخان طلع يا اخوان. ايه خب اینجا یه حالت سایه مانند معلوم شد. دیدید کات خورد، دوباره کات خورد، آتیش رفت، آتیشش شعلهش خیلی کم شد و یهو یکی اونجا بلند شده داره تکون میخوره. باز اینجاش یه مقدار واقعی تر به نظر میاد، آدم باید راستشو بگه. من یه مقدار ویدیو رو زدم جلو چون خیلی همش تکراری بوده، اون داد میزد لیزار لیزار، هیچ اتفاقی نمیافتاد. بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نمی‌دید هی داره این سمت رو میگیره، اصلا اون سمتش رو نمیگیره. دیدید این سمت رو گرفت، اون غیب شد. از پشتش بکنم رو. باز اون ویدیوش که موکت تکون میخورد و اون ویدیویی که توی کانالم گذاشتم، اون خیلی به واقعیت نزدیکتر بود. من اون موقع زیادم راجعش بررسی نکردم. از پشت اینجا مثلا دهن حسن بربر میگیره، که حسن بربر نتونه بسم الله و اینا بگه. ولی خب هیچی معلوم نیست. این که الان جیغ زد، یه توی ویدیوی دومی که از حسن بربر گذاشتم توی کانالم دقیقا همچین صدایی هست، که الان یه ویدیوی دیگه هم براتون میذارم که دوباره همچین صدایی میاد، یه صدای جیغه. من احساس کردم این صدای جیغ برای آدمیزاد نیست، ولی اینجا ته صدا و تون صدا معلومه که یکی داره جیغ میزنه. بازم نمیدونم،
نظر با شماست. دهنشو گرفته میخواد خفش کنه. یه چی معلوم نیست دیگه. کات خورد دوربینو گرفت تو دستش، داره فرار میکنه. این کات خوردنش یه مقدار داره فرار میکنه. خب اینجا دیگه ویدیو تموم میشه، بریم سراغ ویدیو بعدیش. بسم الله جدی اخوان، یعنی واضح تو این ویدیو یه حالت یکیه، انگار وایستاده اوناش سیاهه وایستاده و هی صدای جیغ در میاره. این هم میره دنبالش. تو خلی که این ویدیوش هم خیلی برام شک برانگیز بود، با اینکه عینشو توی کانالم هم گذاشتم. اون موقع زیاد توجه نکرده بودم، یعنی اون ویدیوش خیلی نزدیک به واقعیت بود. یکی از کانالهای معروفمون رو گذاشته بود، ولی خب الان دقت میکنم کاملا انگار آدمیزاده، مو داره، صدا جیغ داره در میاره. نکنید گردنشو خم کرده، موهاش افتاده. ماسکی که الیوم 8 متر برنجه سر. دیدید؟ قشنگ گردن طرف معلوم بود. یه لحظه من اینو ببرم عقب. اینجا. چه سر؟ اینجا. یه لحظه صبر کنید. برنجه سر. دیدید؟ گردنش معلوم بود. سر. اینجا گردنش معلومه قشنگ. عشان معلومه آدمه، دو تا دست، مو، جن که دیگه شبیه آدم نمیشه. اینجا میزنتش، یهو غیب میشه. این ویدیوش هم برام قابل باور نبود و دوست داشتم حتما نظرهای شما رو بدونم. حتما برام کامنت بذارید و همونطور که گفتم اگه میخواستین بنویسید ساختگی حالا دروغ اینجور چیزا، خواهشم فوش ندید، چون ادمین اگه فوش ببینه بلاک میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنویسید برام ساختگی یا واقعیته. تو اینستاگرام هم حتما بعد از این ویدیو یه نظرسنجی میذارم بین راست و دروغ، که اگه راست باشه از این بعد ویدیوهاشو میذارم حسن بربرو، دروغ هم باشه که دیگه. من بازم میگم اینجور چیزا هست. من اون روسه رو برای چی میذارم؟ چون با تجهیزات کامل میره و اینکه ویدیوهاش خیلی نزدیک به واقعیته و اینکه خیلی میگردم براتون ویدیوهای واقعی پیدا کنم. اینجور ویدیوها خیلی توی یوتیوب زیاده و خودتونم دیگه حسن بربر خیلی ها میشناسن، میتونید خودتون برید ویدیوهاشو ببینید. ولی خب اگه ویدیوهاش راست باشه منم از این بعد توی کانال میذارم. انا اخوان من النوع اللي ما بحب كلاب. بس كيف حسيت انه في اشي دخلت، اشي اخترق جسمي. يعني تخيلوا انه اشي يخترق جسمك وكونها هي بني ادم، ممكن تكون جن متشكل. يا اخوان کاملا شبیه آدم بود. میبینید من ترسی واقعا تو چشاش نمیبینم. حالا بگیم آقا طرف شجاعه، ولی خب دیگه پوکر فیس دیگه آدم. مثلا روسه موقعی که میترسه واقعا استرس رو میشه دید تو چشاش، آدم متوجه میشه. این فانه انگار براش. طب وينه؟
دوستان کانال یوتیوبش هم که میدونید سرچ کنید حسن بربر، تمام فیلماشو میاره، یه خودتون برید کاملشو ببینید. سر بزنیم جلوتر ببینیم اتفاق دیگه میفته. آها بسم الله الرحمن الرحیم، پشتشو داره میگیره. آها یهودن دیگه، اینجا ته مسخره بود دیگه، دیگه ته مسخره. اینجوری داره خودشو میگیره، یه اونجوری برمیگرده آروم نگاه میکنه، مثلا تو دوربینم دیده ها، برمیگرده آروم نگاه. این دیگه بازم میگم رفقا نظر با شماست. حالا این بقیهشو ببینیم. عجیب زن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. از اون فیلم نمیگیره. من یه ویدیو از این عربا دیده بودم که دقیقا اون کسی که مثلا نقش جن داره پشت فیلم بردار میچسبه، وقتی دور میزنه اینم باش دور میزنه، اینم باش میچرخه. البته عربا چند تاشون، من نمیگم عربا کارشون دروغه، خیلی هاشون هستن که کارشون فوق العاده است و کاملا واقعیه، من خیلی به حال میکنم باشون و ویدیوهاشون حتما براتون میذارم توی کانالم، چند تا گذاشتم. ولی این تیکش واقعا غیر قابل باور بود برای من. حالا بقیهشو ببینیم. بسم الله بسم الله بسم الله. یه بار دیگه اون تیکشو ببینیم. جد بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات الله. اكو اینجا داره تو دوربین میبینه، برمیگرده جیغ میزنه. چی؟ اون کسی که داره نقش جن بازی میکنه میشینه، میشینه این دوربین رو برمیگردونه، دورش رو میگیره، اونم داره پشتش میچرخه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رفقا دمتون گرم، ببخشید تو این ویدیو یه مقدار پرحرفی کردم، چون لازم بود بعد توضیح میدادم و اینکه نظر خودمو میگفتم راجع به ویدیو. من بازم سرآخر میگم، چون هی تکرار میکنم به خاطر اینکه اینو بدونید که من به هیچ عنوان نمیگم راسته یا دروغ و نظر کاملا میسپرم به خودتون. حتما تو کامنت ها برام بنویسید و تو اینستاگرام تو نظر سنجی حتما بیاید نظر بدید که ویدیوهای حسن بربر که یکی از معروفترین مقامرهای عربه، دیگه معروفتر از حسن بربر به نظرم نیست، ولی خب میگم بازم خیلی ها میگن کاراش دروغه، خیلی ها طرفدارشن. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا من همراهی کردید. این ویدیو ویدیوی ترسناک نبود، براتون پنجشنبه یا جمعه یه ویدیو فوق ترسناک میذارم. این ویدیو رو برای این گذاشتم که خیلی ها به مسیج میدادن، کامنت میدادن که آقا از حسن بربر بذار، نظر راجع به حسن بربر چیه. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا برای من وقت گذاشتید. من پویا هستم. سی یو راوند.